The بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين كذب الموت كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجددوا إن سيف الحسين حيا وميتا يحسم الكفر مغمدا و مجرد الله عليك يا ابا عبد الله باز این چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه نوه و چه عزا و چه ماتم است بازین این چه رستخیز عظیم است که زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است بسم الله الرحمن الرحیم در دقایقی که خدمت سروران بزرگوار هستم ان الله حول محور جایگاه سید و شهدا و بنا به ای که فرموده‌اند نقش آشورا و جایگاه آشورا از لسان ائمه علیهم السلام کلماتی رو انشاءالله تقدیم خواهیم کرد امیدواریم که در ایام دهه اول ماه ماه محرم الحرام که در واقع ماه سوگواری و ماه عزاداری اهل بیت است همه ما موفق باشیم به اقامه عزای سید و شهداد هر کسی در حد توان خودش با توجه به اینکه محدودیت هایی در اطراف ما به خاطر این بیماری منحوس وجود دارد امیدواریم که انجام وظیفه ما به اون آستان مقدس معطل نماند آنچه که بنده به عنوان نکته اصلی بحث میخوام خدمتتون ارز بکنم این است که تصور ما از قیام سید و شهدا و از خود شخص شخیص و وجود نازنین مولا عبا عبدالله الحسین علیه السلام شاید بر این مبنا باشد که خب ما برای آشورا و برای علت قیام سید و شهدا باید یک سری فلسفه هایی رو تعیین بکنیم دلایلی رو بهش برسیم تفسیراتی رو انجام بدیم تا به کنه ماجرا بیشتر پی ببریم اما من میخوام استناد بکنم به یک واقعه خیلی مختصری که در حرکت سید و شهدا از مدینه به سمت کربلا اتفاق افتاد وقتی که ایشون براشون محرز شده بود که اون کوفیان نانجیب در واقع نامه های رو نوشته بودن برای سید و شهده و از ایشون خواسته بودن که به سمت کوفه ایشون حرکت بکنند خب نامه ها بسیار زیاد بود که عددش مختلفه که <تصفح> البته من اینجا در داخل پرانتز عرض بکنم این درخواست ها از سید و شهدا در واقع درخواست بر هدایت نبوده ایش کدوم درخواست بر کمک به اونها بوده نه اینکه اونها به سید و شهدا کمک بکنن نوعا اینها خواسته بودند که سید و شهدا برند اونجا و اینها رو به های دنیایی برسونن به پست و مقام برسونن و به خیال خودشون بتونن از این نعمت برای خودشون در واقع چیزی رو دست پا بکنن اون شبی که سید و میخواستن حرکت بکنن اخوی ایشون جناب محمد ابن حنفی یه خدمت سید و میرسن و میگوین کوفیان وفا ندارند و شما از این سفر برحضر باشید و به جای دیگری بروید سید و میفرمایند که من فکر خواهم کرد روی این مطلب و ولی کن فردا صبح ایشون آزم میشن بعد محمد خودش رو به شدت به شتاب میرسونه خدمت سید و شهدا که چه شد مولانا شما فرمودید فکر میکنید از سید و شهدا میفرمایند که بله من دیشب جدم رسول الله رو خواب دیدم صلی الله علیه و علیه سلم که ایشون به من فرمودند که به سمت عراق حرکت کن و بعد در ادامه فرمودن ان الله شاء ان يراك قتيلا و شاء ان يراهن سبايا ببینید دوستان این این معنای این عبارت این است که خداوند اراده فرموده است اراده تشریعی فرموده است که شما رو شهید ببیند و نسبه شما و نسبه باسین به معنای خانومها و خانومهای شما رو اسیر خب این عبارت البته تفاسیر زیادی داره و های مختلفی داره که پس این حرکت حرکت جبر بوده پس این حرکت چین و چنان بوده و خیلی مسائل دیگری اما من میخوام روی این نکتش در واقع مطلب خودم رو عرضه بدارم و اونم این است که قیام سید و شهدا و حرکت ایشان به سمت عراق اون هم با این وضعیت و با این شکل که بالاترین و اشرف اولاد آدم در روی زمین از اولین تا آخرین که شامل سید و شهدا بوده است و اصحاب و یاران ایشون که فرمودند هیچ اصحابی رو ابر و اوفا از اصحاب خودم در عالم ندیدم این مجموعه ای از جواهرات خلقت وقتی که با همراه سید و شهده را میفتند این قطعا به عقل و عقول بشریت جور در نمیاد که ما بیایم تفسیر بکنیم که چی بوده آیا سید و رفتن اونجا با تمام این طیبین طاهرین طاهرات رفتن همه اینها رو به شهادت رسوندند به فجی ترین صورت فقط به خاطر اینکه بنده و سایر عزیزان و سایر دوستان آیا به هدایت برسیم آیا علت قایی فلسفه قیام سید و شهدا این بوده هاشا و کلا فقط یک کلمه می توانیم بگوییم و اون این است که یک ارتباطی بین خدا و سید و شهدا بوده است ان الله شاء ان یراک قتیلا و ما به عهده مغز ما نمی گنجد گرچه ثمرات این حرکت سید و شهدا این بوده که ما به هدایت رسیدیم الحمدلله ما الان نشستیم و داریم ازاداری می کنیم و همونطوری که عرض کردم سید و شهدا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا پس حرکت سید الشهدا درسته که سمراتی برای بشر داشته اما قایت اون رو ما نمیفهمیم ما در زیارت نیمه رجب سید و شهده عبارات عظیمی دارد در بخشی از این میفرماید که السلام علیک یا امین الرحمن ما اینطور میشناسیم سید الشهدا رو یا شریک القرآن یا عمود الدین یا باب حکمت رب العالمین یا باب حطت الذی من دخله کان من الامنین بسیار عبارات رفیعی است ای کسی که تو عمود دین خدا هستی تو باب حکمت رب العالمینی تو اون کسی هستی که هر کسی که در داخل خیمه تو قرار بگیره جزء امنینه در ادامه میفرماید السلام علیک یا عیبت علم الله ای کسی که تو جایگاه علم خدایی تو جایگاه سر خدایی در ادامه عبارتی دارد که مغز بشر متحیر است یا ثار الله و ابن ثاره ای خون خدا و ای فرزند خون خدا خب حالا این سید و شهدا با این عظمت با این مکانت و با این قدر و علو مقام و منزلت این سید و شهدا آیا آمده که فقط خودش و اقوامش و بهترین تاهرین و تاهرات رو قربانی بنده و مثل بنده بکند هاشا و کلا در ادامه میفرماید لقد شعرت لدمائکم ازلت العرش مع ازلت الخلائق و بکت کم و سما و الارز و سکان و الجنان و البر و این جایگاه سید و کسی است که در ازای او که اشرف اولاد آدم است تمام خلائق تمام ملائکه سکان زمین و آسمان بر و بر میگریند حالا بعضی از دوستان محترم ما میان میگن سید و شهدا در روز آشورا ما باید شاد باشیم نستجی رو به الله به خاطر اینکه امام حسین خوشحال بود به فناف الله رسید ای خاک بر اون دهانی که همچون عباراتی را بگوید ما وظیفه بر ازای سید و شهدا داریم تا قبل از اینکه منتقم خون سید و شهدا بیاید و بر تاق و در دیوار کعبه بیستد و بگوید الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و بیاید و انتقام خون بناحق ریخته شده علی اصغر رو بری بگیرد علی اکبر رو بگیرد و تمام شهدای دشت کربلا رو از خصائص سید و شهدا چه می شود گفت ما شاید اگر بخواهیم چهار انوان رو از خصائص سید و شهدا نام ببریم اولین خصیصه سید و شهدا بر ما حب سید شهدا است همچنانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و هزاران بار تکرار شده است و شنیده ایم احب الله من احب حسینا خدا برای خودش حسینی را آفریده است خدا نرد عشق بازی با حسین کرده و او را آفریده است و فرموده است من اینو آفریدم و این رو گذاشتم اینجا که این بشه ملاک حق و باطل بشه ملاک جهنم و بهشت هر کسی که حسین من رو دوست بدارد مرا دوست داشته است و به عکس این حسین جایگاهش و مقام و رتبه و محبتش به جایی میرسد که امام صادق علیه السلام میفرماید من اراد الله به الخیر کسی که بخواد خدا اگر بخواد به یک انسانی خیر برسونه خیر دنیا و آخرت برسونه قدف فی قلبهی حب الحسین خداوند اگر بخواد یک خیری رو به کسی برسونه در قلب اون فرد محبت سید شهدا رو قرار خواهد داد و من اراد الله به سوء قدف فی قلبه نستجی رو به الله بغض الحسین و بغض و زیارته خب پس یکی از مهمترین خصیصه های سید و شهدار بحث محبت است. اختصاص دیگر سید و شهدا بکاه بر اون وجود مقدس است اگر ما بکاه بر سید و شهدا داشته باشیم این بکاه باعث قفران زنوب ما باعث وسعت رزق ما و باعث توجه خداوند بر ما خواهد شد پس بکای بر سید و شهدا جز اختصاصاتی جزء اختصاصات و خصائص ایمان ماست <applause> همانطوری که فرمودند من ابکا او تباکا او بکا تنها جایی که ما در عبادات ریا درش ورود پیدا می کند بکا بر سید و بکا گریه کردن ابکا گریاندن اما تباکا یعنی چه دوستان تباکا یعنی اینکه کسی خودش رو به حالت گریه بزنه اگر کسی به این مقام نائل بشود که خودش را حتی به گریه وادار بکند در عزای سید و شهدا غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر اختصاص دیگر سید و شهدا زیارت اون وجود مقدس است همچنانی که حضرت باقر علیه السلام فرمودند وقتی که یکی از اصحاب ایشون از زیارت سید و شهدا برگشته بود به نام حمران حضرت باقر علیه السلام به زیارت او می شتابند و می روند به دیدار او و میگن به ایشون عرضه میکنن که میفرمایند ای حمران به تو بشارت و مژده میدم که کسی که قبر سید و شهده رو زیارت بکنه و قصد قربت در اون داشته باشه مانند کسی است که ولدت ها اما مانند کسی است که از مادر متولد شده مانند این است که هیچ گناهی در نامه اعمال او نیست این اختصاص زیارت سید و شهده است. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هیچ نبیی و هیچ فرشته‌ای در آسمان و زمین نیست مگر اینکه از خدای تبارک و تعالی سوال می کند و درخواست و طلب می کند که خداوند به او اجازه زیارت قبر سید و رو عنایت بفرماید و لذاست که در هر لحظه فوج فوج از آسمان به اون قبر مبارک ملائک و انبیاء مقرب الهی در حال نزول و صعود هستند در حال رفت و آمد هستند مخصوصا در این ایام دهه مبارک و خاصتا در شبهای جمعه و ایام زیارتی قبر سید الشهدا و, و در روایت دیگری حضرت صادق صلوات الله علیه میفرمایند به یکی از اصحاب که زیارت امام حسین رو ترک نکنید و به دوستان و یارانتون هم سفارش بکنید تا خداوند عمرتون رو دراز کند رزقتون رو زیاد کند و به سعادت دنیا و آخرت نائل شوید و به جایگاه شهدا نائل بشوید خیلی جالب ما در یکی دیگر از فقرات همون زیارتی که در ابتدای عرائزم عرض کردیم داریم که خب در روایات متعددی داریم با توجه به این که ما نبودیم در روز آشورا که نصرت کنیم عبا عبدالله رو کافیه که قسل زیارت یا وضوی به زیارت کنیم و نمازی بخانیم و بر تاق منزل و یا در فضای باز به جهت به سمت قبر سید و شهده یک سلامی عرضه بداریم تا اینکه رجا و امید داشته باشیم که خداوند سواب زیارت سید و شهدا رو در نامه اعمال ما بنویسد در همین فقره ای از این زیارت دارد که انکان لم یجب که بدنی اندستغافتک ای ابا عبدالله یبن رسول الله اگر که بدن من در روز آشورا و در واقعه کربلا نبود که اون لحظه ای که شما استقاسه می جستید به کمک شما به, طلب، به شتابم و زبان من نبود اما الان قلب من گوش من و چشم من همراه شماست و همه اینها به همراه شما زیارت شما رو به جا می آورد و چهارمین اختصاص سید و شهدا برای ما تربت اون بزرگوار است که تربت سید و شهدا کاری می کند کارستان که در اون فرمایش صحیح رسول اکرم که سه نکته رو می فرمایند یکیش این است که اجابت و دعا تحت قبت سید و شهدا. در قبه سید و شهدا دعا مستجاب می شود شفا در تربت سید و شهده است که در اون روایت دیگر موسی بن جعفر جد بزرگوار ما فرمودند و در قالب وسیعت نامه مبادا تربت غیر از, غیر از سید و شهدا رو به عنوان تبرک بگیرید حتی تربت خودشون رو میفرمایند مبادا تربت غیر از سید و شهدا رو به عنوان تبرک ازش استفاده کنید که تربت سید و شهدا شفا در اون هست و در ادامه فرمایش رسول الله ولعمت من ولده اعمه از ولد سید و شهدان و حضرت صادق هم فرمودند که وقتی که فرزندانتون به دنیا میان حنکو اولادکم یعنی زیر زبون اونها رو با تربت سید و شهدا در واقع متبرک بفرمایید امیدواریم که خداوند توفیق بفرماید به همه ما در این ایام برای عرض ادب و ازاداری مقبول امام زمان و ان شاء الله هم طوری که علامه امینی دستور فرمودند و توصیه فرمودند صدقه برای سلامتی امام زمان فراموش نشود اینجا کسی فکر مدارا نیست برگرد دلواپسی من که بی جانیست برگرد هر سو نظر انداختم چیزی به غیر از سرنیزه و شمشیر پیدا نیست برگرد از تیرهای هرمله فهمیده ام که اینجا بمانی روز, روز توفانیست برگرد تا کودک ششماهه ات تیری نخورده تا جسم اکبر اربن اربانیست برگرد تا قاسمت زیر سم مرکب نمانده تا دست سقا روی شنها نیست برگرد تا خنجری بر خنجر خشکیده ات نیست حالا که روی سینه ات پانیست برگرد علا لعنت الله علی القوم الظالمین و الذين ظلموا. ظلمو آل محمد ای منقلب ينقلبون رحم الله <سؤال> من یقرأ الفاتحة مع الصلاوات اللهم